با آقای رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون از نیوجرسی. خیلی خوش آمدید آقای قریشی. این دستوری که از سوی آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، داده شده به همه وزارتخانه‌ها برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و تنظیم بازار کالا و اینها، به ما چی داره میگه؟ یعنی مردم الان در ایران باید امید این رو داشته باشن که تغییری در جهت مثبت رو در بازار شاهد باشن؟ نه متاسفانه خانم، این جهت مثبت نیست. ضمن اینکه من معتقدم که تحریم ها مشکلات اساسی تر از تحریم ها هست، این تاکیدی که اینا رو تحریم ها میکنن یه مقدار ردگم کنیه، برای اینکه گویا اگر تحریم ها برداشته شه همه چی درست میشه. به هیچ وجه اینجوری نیست. مشکلات ساختاری پایی دارن که ریشش برمیگرده به این واقعیت که اینا درآمدشون، درآمد نفت رو داشتن، این باندای مختلفی که حالا در حاکمیت هم دست شدن این درآمد نفت رو میگرفتن و میخوردن. درآمد نفت از یه چیز بوده 120 میلیارد دلار پنج سال پیش اومده زیر 20 میلیارد دلار. این رو ندارن. بقیه اینا حرفه. اگر تحریم ها، اولا که تحریم ها برداشته نمیشه، برای اینکه اونی که ایران میخواد بازگشت به نقطه‌ای که ترامپ خروج کرد، یعنی بازگشت به اون، دیروز گفتن، دیروز در اینجا یک جلسه بزرگی بود که هم عربستان و امارات و اسرائیل و اروپایی ها اینا همه شرکت داشتن، صحبت این بود که نخیر، نمیشه برگشت به اون، باید ایران یه شرط جدیدی قبول کنه که ایران تا قبلا گفته قبول نمیکنه. حتی اگر ایران قبول هم بکنه، تحریم هم امروز برداشته شه، تا ایران بتونه نفت بفروشه طول میکشه. نفت هم نمیتونه ایران 2.5 میلیون بشکه صادر کنه که اینا حساب میکنن، چون امکاناتشو نداره، بازار نفت نمیپذیره. در نتیجه تحریم ها لغو هم بشه، همه اون چیزی که ایران هم میگه بخوان و داشته بشه، مشکل ایران حل نمیشه. مشکل هم صحبت 4 سال و 3 سال آینده نیست که این سند میگه، مشکل 6 ماه آینده است که اینا باید یک کار اساسی بکنه. آقای قریشی، سازمان برنامه‌ریزی در همین گزارش هشدار داده به ورشکستگی دولت. یک تحلیل اینه که چه تحریم ها برداشته بشه و چه نشه این اتفاق خواهد افتاد. اولا این تحلیل چقدر درست است و دیگر اینکه ورشکستگی دولت تاثیرش در بازار و پیامدش در بازار چه خواهد بود؟ بله، این تحریم ها برداشته بشه یا نشه، این مشکل رو اینا دارن. من که عرض کردم مشکلشون ریشه جای دیگه است. ریشه اینه که درآمد ندارن و اون مقدار درآمدی هم که میتونن بهش دسترسی داشته باشن، مثل پولای بلوک شدهشون در خارج، چون حاضر نیستن با FATF کار کنن، اونم دسترسی بهش ندارن. اون مشکلشونه. به هر صورت اینا این خطر رو دارن. متو ورشکستگی اینجوری که گفته میشه، بعد دقت کنید که دولت با آدم عادی فرق داره. آدم عادی اگه دخلش کمتر از خرجش بود مشکل داره. در مورد دولت این اجبارا صادق نیست. یعنی یه وقتایی که اصلا خوب دولت، مثلا دولت امریکا الان حدود 27 تریلیون دلار بدهکاری داره و صحبت ورشکستگیش هم یه هفته پیش بود که البته همه میدونستن این اتفاق نخواهد افتاد. اون به خودی خود بد. اشکال همونه که تو گزارشتون هم فرمودین، ما رکود تورمی داریم، یعنی از یک طرف تورم خیلی بالا داریم و از یه طرف هم اقدامی صورت نمیگیره، چون پولی نیست که بیاد تو بازار و بچرخه. این مشکل کار اینجاست. این رکود تورمی مشکل کاره و متاسفانه دیگه هم حل نمیشه. این رو باید کارهای واقعا جدی بکنن که در توان این دولت، در خاص توان این دولت من نمیبینم. بسیاری تشکر میکنم.